بارها در تاریخ به مواردی برخورد کرده ایم که کسانی با پیشگویی منجمانه یا خواب دیدن مدعی می شوند که فلان شخص به پادشاهی خواهد رسید چون که بسا خواب می بینند یا مدعی می شوند که کسانی که به آنان خبر دادند که قرار است بلایی بر سر فلان پادشاه بیاید و در این باره به او خبر می دهند تا کاری برای او کرده باشند برخی از اینها هم ممکن است انتظار پاداشی را داشته باشند اما برخی هم بالاخره چیزی در عالم خیال یا خلسه یا خواب دیدن. اصولا سیاست مداران به این موارد علاقه نشان میدهند. این روزها دو مورد جالب دیدم که میخواهم عرض کنم. نخست اینکه در خاطرات منوشر هاشمی از ارکان ساواک که ضمن پروژه تاریخ شفایی هاروارد ضبط و منتشر شده دیدم که از خاطرات زمان مشهد خود میگویند از ضمن آن یادی هم از سید جلال الدین تهرانی دارد. وی در موارد مختلف به او اشاره می کند و از جمله مواضع او را در جریان اجرای اصلاحات ارزی در مشهد که در مخالفت با اجرای آن بوده بسیار تقبیح می کند. در انتهای نوار دهم ده و اوایل نوار یازدهم منوچر هاشمی می گوید تهرانی یک آدم خاصی بود که فکر می کنم قالب شخصیت های محلی او را می شمسند. مثلا در تمام دوران استانداریش حتی یک بار هم رأی مثبت نداده بود تمام آرایش یا منفی بود یا بود و اینها و با تمام اینها مورد توجه ملکه مادر بود این از دوستان سید زیاد تبا بود و در کودت های 1299 در دربار نفوذ داشته و یک روزی درباری ها را تحریک می کرده که من خواب دیدم که رضاخان شاه می شود این مسئله زمانی پخ شد که رضاخان سردار سپه بود او بعد از به حکومت رسیدن رزاخان در سال 1320 سفیر شد و به بلژیک رفت. سی جلال در بیشتر دوره پهلوی مناسب مهمی داشت که مهمترین آنها نایب تولی آسان قدس رضوی و استانداری خراسان بود. میگویند که آخرین سمت او نایب سلطنه شدن بود و بعد از خروج از ایران به پاریس به خدمت امام رسید. مقصودم همان پیشگویی او بود که شاید به همین دلیل مورد توجه ملکه مادر بود. با این همه سی جلال مرد دانشمندی بود. گاهنامه های او هم بسیار ارزشمند است. اینکه هاشمی هم میگوید او تمام سالها را در بلژیک بوده شاید درست نباشد. زیرا گاهنامه های او از سالهای 1309 و 1310 و به غیر از این همه در تهران منتشر می شده و بسیار هم غنی هستند. در این گاهنامه ها تهرانی هم به علم سنتی نگاه دارد و هم به دانشمندان روز دنیا. به هر حال شخصیت مهمی است که به نظرم هنوز درباره وی کار نشده. اما مورد دوم متن مشتمل بر خواب شخصی به نام علی اصغر فراشبندی درباره ترور شاه. این نوشته متاسفانه سال ندارد. اما فکر می کنم باید مربوط به اوایل دوره محمد رضا پهلوی باشد. وی یکی از صوفیان است در یک فضای صوفیان این خواب را که کسی قصد ترور شاه را دارد دید است در آن آمده که شب بعد هم خواب دید که حضرت وحید به او گفته که به آقای شرقی مدیر روزنامه پارس اطلاع دهد ده که این مهم را به شاه بگوید متن این خواب که در پایان یک نسخه خطی آمده به است واقع آقای علی اصغر فراشبندی شب پنجشنبه هشت ربیع المولود در خواب دیدم که در حالی که بالای تربت عارف ربانی خاجو قدس و سره رو به قبله نشسته بودم محمد رضا پهلوی را مشاهده کردم که با لباس مسافرت و چهره گردالود به طرف من آمد از جایم بلند شدم و سلام کردم او هم سلام داد و گفت دولت سرای آقا میرزا احمد عبدالهی مرتزوی ملقب به نایب الولایه و موید الفقرا کجاست گفتم منتظر اجرال شاهنشاه بودم که راهنمایی کنم در باطن مثل این بود که قبلا برای راهنمای شاه منتظر بودم در حالی که هیچ کس و هیچ جنبنده ای را نمیدیدم. او را راهنمایی کردم در دولت سرا باز بود در حالی که وحید الالیا در زیر درخت دولت سرا روبروی قبله نشسته بود شاه و من شرفیاب شدیم وحید از جا برخواست شاه دست او را در دست خود نگه داشت یک دیگر را بوسیدند و شاه در سمت راست وحید ایستاد و من هم در طرف چپ او. وحید الاولیا دستور داد که یک لیوان شربت برای شاه بیاورید که به یک بار دیدم شاهنشاه مضطرب شد و میخواست خود را در طرف راست وحید الاولیا پنهان کند. من متوجه شدم و به اطراف تماشا کردم که دیدم شخص متوسط القامه که خود را در لباس قهوه‌ای رنگ متمایل به سرخی پنهان کرده و هفتیری به دست دارد وارد محبت منزل شد و به طرف شاه آمد که به یک باره وحید به طرف آن شخص توجه کرد و با اشارهی به سوی او آن شخص بر زمین افتاد و یک دفعه نابود شد. شاه که این واقعه را دید بسیار گریه کرد و به وحید گفت که لحظه از شر دشمنان راحت و ایمن نیستم. وحید به آقا میرزا ابوالحسن گفتند که قرآن را بیاورید. او قرآن را به دست گرفت و آن را گشود و آیه ای از سوره سات را برای شاه تلاوت کرد و بعد چند خط شعر برای شاه سرود در این هنگام شاه مسرور شد و من هم در همین هنگام از خواب بیدار شدم باز هم در شب جمعه نهم ربیع اول که شب بعد از واقعه بالا بود مجددا در خواب دیدم که خدمت وحید الاولیا شرف شدم و واقع شب قبل را عرض می کنم و ایشان فرمودند به آقای شرقی مدیر روزنامه پارس بگویید که به گوش شاه برسانند و احتیاط را از دست ندهند. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودین. لطفا برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید.